یو سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون. فرشاد فور لایف، دیسبک فدایی به حسین. نمیدونم هنوز نشدم ترکو، ولی از رو کاور مشخص قضیه چی اومد بیرون به اسم فاتحه. کاور مسیح اینجا داره 80 نشون میده. چجوریه این ریدم های 80 نشون داده؟ از کانال سانکلود مهدیار کارو گوش بکنیم که لینکش رو دیسکریپشنه. به جز اون لینک صفحه های مجازی من تو فضای مجازی دیسکریپشن هست. زیاد طولانیش نمی کنم که خودتون دوتشید سر بزنید. اگه نکته مخفی و اولین نفری که توی کامنت دقیقه و ثانیه نکته مخفی که تو ویدیو هست و بنویسه کامنتش پین میشه. فورگنگارم بپاچید تو کامنت و سریع بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. بریم. آقا خدای چه خبره؟ دیشب یا پریشب هیچ کس ساعت 1 ترک داد. امروز فدایی ساعت 1:30 اکو 20 دقیقه مامو نکنید خواب و من نمیتونم داده بیداد کنم و دیسه ورد فدایی میوزیک مهدیار چند تا بیت ناقابله واسه هر کی مایه خال بیت لا اله الا الله ما به جنگ عادت داریم مثل زهر آها اینا این لیریکس بازی دادی منو خب من فریب خوردم به هم بیا تموم شد رفت یکی بعد از اینکه همین فن و حسین با فدایی زد یکی از ترکای دیسلاو فدایی رو گذاشت پشتبندش ترکی گنگیش رو گذاشت خب ببین یه سری پیجای رپی گذاشتن ترکای دیسلاو حسین رو گذاشتن خب خیلی چیزه میدونی چی میگم یه جوری به طرف گیر داد که اونم میتونه بتونه همین گیر رو بده که داد بازی دادی منو خب منم فریب خوردم به هم گفتی نرو خب منم پیشت موندم خب بذار زودتر تموم کنیم بازی رو تو نشم خوردتر من ازت دورتر میخوام بشم چون که عشقت منم کور کرد آره احمق بودم گفتی میمونم پیشت اما رفتی و سندار دیو نمیشه بیا خیلی خب ناله نکن اومدم از اون دنیا چطور سندار دیو نمیشه بیا خیلی بودم گفتی میمونم پیشت اما رفتی و سندار دیو نمیشه بیا خیلی خب ناله نکن اومدم از اون دنیا چطوری آهنگ دادی؟ استودیو چطوری پیدا کردی؟ اطلاع دینیت هم کامله ها جنگ خیبر و حیدر و قبل ضبط وضو هم میگیری؟ چند تا بیت ناقابل واسه هر کی خواهی مال بیت آقایه ما به جنگ عادت داریم مثل زور به آفتا فکر کردیم ملتفه دمونت تو میده جوری قره تو میکنم در بیاد کفر ساکار اگه به تلال بحرومه تو چیه ببینه تو اگه یه حقیقتا گوشم درد گرفت نه به خاطر اینا اینا میتونه یکی از دلایلش بشه یه لحظه گوشم درد گرفت من درگیر الگوی قافیه کروس فکر کنم آره با کروس شروع شد هر مصرع یک با سه قافیه داره مصرع دو با چهار جالبه الگوی قافیهش تا این که شنیدم اگه بت حلاله پهرومتون چیه این بیت جالبی چند تا بیت ناقابل واسه هر کی خواهی مال بیت آقایه ما به جنگ عادت داریم مثل زور به آفتا فکر کردیم ملتفه دمونت تو میده جوری قره تو میکنم در بیاد کفر ساکار اگه به تلال پهرومه تو چیه ببین تو اگه یه رو سرمون بره نه کروس نبود اینترو بود حلال پهرومه تو چیه شروع ببین تو اگه یه رو سرمون بره خورده به پیروزی تنمون گرفت فقط مغلط و آخوندی هشت بابا ای بیا پیروزی محلشون پیروزی برد یه دقیقه وایسید من برم و بیام من رفتم یه بار سری ترک Q69 رو گوش دادم به خاطر اینکه رفرنس زیاد داده میشه به اون چی میگن از ضد حمله به اتک به شاتایی که حسین بهش انداخته بود قرار زیاد است باشه رفتم یه بار دیگه گوش کنم حضور زن داشته باشه دیگه خیلی ببینید واضح و توضیح ندید که کاور مثلا مسیح علی نژاده و این که نمیدونم اصلا چرا بذار بگیم مثلا گفت بت حلاله اون بار گفته بود پهلال خونت مثل خوره بت پهلال خونت مثل پول بت چی گفتم و چه میدونم این بار اگه سرمون چی ببین تا یه روز سرمون بره گفته بود بپا سر رو نباری من روی تن بیدینت و اینجا من سوال داشتم تن مگه بیدین میشه سر بیدین میشه حالا حالا بیخیال بذار فدایی جواب بده من چی کارم اینجا خدا قاضیه فقط چند تا بیت ناقابل واسه هر کی خواهی مال بیت آقایه ما به جنگ عادت داریم مثل زور به آفتا فکر کردیم ملتفه دمونت تو میده جوری قره تو میکنم در بیاد کفر ساکار اگه به تلال پهرومه تو چیه ببین تو اگه یه رو سرمون بره خورده به پیروزی تنمون گرفت فقط مغلط و آخوندی 88 یابان دیدیم که خفه خون گرفت بزنم پس کلت صدا دبه میدی بابای عزیزت رو شد آخه دیسبک بودی که من با تصمیم تسبیح رو برندارم واسه دیسبک دیگه
اجازه بده بدون اون گوش کنیم. برده به پیروزی تنمون گرفت، فقط مغلط و آخوندی 88 یابان دیدیم که خفه خون گرفت. بزنم پس کلت صدا دبه میدی، رب کنه اداره ای دست ببیسی. این مثلا اینو نیاز واقعا توضیح بدم؟ بزنم پس کلت صدا دبه میدی، یعنی سرت خالیه توش؟ نگیم دیگه، گفتم من نگیم. خون گرفت، بزنم پس کلت صدا دبه میدی، رب کنه اداره ای دست ببیسی. چه خبر از همون سورا و عمه ویلی؟ کربلا قبول باشی که مکه میری. باشی عمه ویلی عجب ترکیب برنده ایه، چقدر میان به هم. دیدی یه سری ها خاله بهشون نمیاد، عمه میاد. یه سری آقا مثلا فرشاد، دای فرشاد بهش نمیاد، عمو فرشاد بهش میاد، عمو فری. خب این ترکیب چی بگر؟ خوش آواز ترکیب. عمه ویلی قشنگ بود بوده ایگر. بزنم پس کلت صدا دبه میدی، رب کنه اداره ای دست ببیسی. چه خبر از همون سورا و عمه ویلی؟ کربلا قبول باشی که مک. ببین ترکیبی که مثلا رب کنه اداره ای و خیلی ترکیب غریبی، اصلا دوتا کلمه بی ربط هم به هم دیگه، نیاز جایی که بیا توضیح بده که مثلا دارم توضیح میدم که چرا خوشم اومد از این ترکیب، مثلا جایی که بیا توضیح بده که تو یه رب کنه نمیدونم فلان هستی که فلان میکنی فلان میکنی، پس رب کنه اداره ای. خب یه تشبیه چی میاد؟ تشبیه که نیست، صفت اداره ای رو داد به رب کن که صفت بی ربطی، همراهش کلی همراه اون کلمه اداره ای کلی صفت خودش میاد میچسته به رب کن. این نیازی توضیح بده، خیلی درکی به باحالیه، یعنی خیلی کار ریز و باحالی کرد، کوتاه مختصر. مغلط و آخوندی 88 یابان دیدیم که خفه خون گرفت. بزنم پس کلت صدا دبه میدی، رب کنه اداره ای دست ببیسی. چه خبر از همون سورا و عمه ویلی؟ کربلا قبول باشی که مکه میری. کاغذ و خودکار یه علف ناب کیمیا میکنم با کلمه ها، به ما میگم بلد کار بگو احسن توم برادر حسن. رب کنه محبوب طلبه هاست، میگه پیام بره ولی قاصده که تو مسیر باد دادن فروش نداره تو قبیله جا تو رو حاملت میکنه مسیح علی نجات بکم تو پلشی آقا میری میشه قرنه باد دل هوا دارم معذبی چون خوز اولی ریدی قوی تر بود دیسپک شعب مزفری رحمت شیر رحمتی فاتح سلوات محمدی چشاتو میمندی رو مرگ ملت این دیس. اینجا کورسه خوز اولی ریدی قوی تر بود دیسپک شعب مزفری رحمت شیر رحمتی فاتح شعب مزفری خوش بست نامسن با همون دیس، خوش بد بست ولی بست هرچی هست. سلوات محمدی چشاتو میمندی رو مرگ ملت فدایی هم اسم شابو یه دیس بوده ظرف قیمست. این که ظرف قیمه نشون دهنده نظری گرفتن، نظری از کجا میگه؟ این هم دیگه توضیح ندیم دیگه، مشخصه دیگه. ظرف قیمست خیابون گرفتی فقط برق امامو خالکوبی علی کجاست بچه ید چرا پریده پر رنگ شهرت این دیس بود دادی یا ظرف قیمست خیابون گرفتی فقط برق امامو خالکوبی علی کجاست بچه ید آویزونی مثل کیسه بوکسی بعد 20 روز اومدی روی بیت دوستی من خوبه تو میخوام چرا میاد نفرت به چشم صادق بیا بگو دیگه گریش گرفته را که ممه شده اصول دینت کارو میشنوی سر تو تو بالش میکنی رپ کنی مسئول شونو ده دیگه احساس خارش میکنی گل روز دار شکوفه میده دماغ مهمان داری که حاجی وای با یه دونه گل روز نگاه کن دارن چیکار احساس خارش میکنی گل روزه داره چی کوفه میده کسافت نوی سر تو تو بالش میکنی رپ کنی مسئولشونو ده دیگه احساس خارش میکنی گل روز داره شکوفه میده دماغ مهمان داری گینک خلبانی عشق میکنه میشی از زمانی چهار تا چرخ تو چاک میدم چاقاش داداش دماغ ببین این چه من دارم تازه به این کار فدایی دقت میکنم صفت های بی رب توی اونجا سونه یک کلمه های ترکیب های خفن دماغ مهمان داری چیه یزید اینا کجا آوردید دهنت سرویس گریش گرفته رو که ممه شده اصول دینت کارو میشتم من نشه شاید قدیم بوده مسئولشونو دیگه احساس خارش میکنی گل روز داره شکوفه میده دماغ مهمان داری گینک خلبانی عشق کنه میشی از زمانی چهار تا چرخ تو چاک میدم چاقاش قبیله میام سراغت قرمونی گره کنی فقط واسه فشخوری اشتها داری بعد دو رو سب چجوریه حس آزادی من شب میخوابم با یه حب سیانور کیرم تو برادرهای اطلاعاتی به ما میگه دوگانه سوزه پا مسجد یه پا کلیسا دفتر کجا بودی کمپ تک تریاد غمت و ازت گرفته هلیا آره گاشونم میشوشم تو تکیلات ما تو صفرم و صفاسون و کلاش و پنیر اهل سنگ و جنگ و جناس و ردیف کاوازا کی
گارسون و حسین گفته بود بهش، نگفته بود حسین استفاده نش، نمیدونم شاید تو استوریا گفته بود، تو ترکش گارسون باید میدونم استفاده کرده باشه. ترک تریاد قمت و عذاب گرفته هلیا باره گارسون هم میشوشم هلیا هم بست خودش آجی صفرم و صفاسون و کلاش و پنیر رحل سنگ و جنگ و جناس و ردیف گوازا که چیه تو میخوری با براو و زمین تصاها رو دفتی ولی جیب ندا رو زدی چشا تو میبندی رو مرگ ملت این دیست بود دادی آجی عذاب وسط خنده یه چیزی گفت گریم گرفت. چه کاریم؟ یه وزه بخندیم یه وزه گریه کنیم؟ عصبانی مشخص کن چه حس چی کار قراره کنیم الان؟ نمیدونم چی بگم، نمیدونم بخند قسمت خنده دارو بگم قسمت ناراحت کننده، یکشون نمیتونم بگم یکشون احساس کنم نباید بگم، بلش کن بریم ادامه. که چیه تو میخوری با براو زمین تصاها رو دفتی ولی جیب ندا رو زدی چشا تو میبندی رو مرگ ملت این دیست بود دادی صفقه مست خیابون گرفتی فقط برق امامو خالکوبی علی کنزوز بچه اید چرا پرید پرنگ شهرت این دیست بود دادی صفقه مست خیابون گرفتی فقط برق امامو خالکوبی علی کنزوز بچه اید واسه شیر سنگ پای جوجه تیغی پف کردی با جوش شیرین فقط سوژه میشی بذار واسه شیر سنگ پای جوجه تیغی وام ده. واسه شیر سنگ پای جوجه تیغی پف کردی با جوش شیرین فقط سوژه میشی بذار سرت کله بوغی برو تو خونی جاو تلفنت تو نمیده حتی اول کوی کنه تو گش بره میفهمی جدا چیه تو بازیمون تو اربابت دو خودیه دماغت تو گرفتن یه کوکهاتی داشت جوری از صف میگی انگا آزاد شده حسن آدیداس ترکی دینو همیزاری قر میدی خرج عملت تو از صندوق صدقه کش میری کاری کنم یاس برات تو هنگ بخونه گلم بزنی کریت میگیره استیلی شدی لایخوره رپ فرش با تخمان بد حاجی تشبیه زد بازی استفاده کرد فدایی تشبیه زد بازی چه تشبیه اون اتفاقی که افتاده رو میگم بعد اون کسی که اون کارو کرده این چی میگم تو هم مثل تو اینجوری مثل فلانی خب تو اینجوری مثلا مثل فلانی مثلشو برمیگردی تو اینجوری فلانی گلم بزنی گریت میگیره حمید استیلی آه پشما پشمی زد بازی ترکی دینو همیزاری قر میدی خرج عمل تو از صندوق صدقه کش میری کاری کنم یاس برات تو هنگ بخونه گلم بزنی گریت میگیره استیلی شدی لای خوره رپ فاش با تخمان بد میزنم تو تو گل خوشگل آسفالت تو ماچ میکنی با عفت پا تو به ما بده فش آخه سلوات فش مرده شیطارو میریزم تو حلقوم تر چقدر گشته باشی مزدور منکراتی تو سره میخوری چایو بددم کنی تو تو هیئت خودتونم قند پخش کنی تن لشکر کفکار فقط زیر مجانی هن آجی آجی هیئت رفته است مشخص فدایی قند پخش کن قند پخند و این جوجه موجا میدن دیگه پخش کنه آجی پشمام شربت و مثلا یکم بزرگتر شربت میریزه قند قند کسی که دنبال چای پخش کن میره چای پخش کن سمت بالاتریه شربت خیلی بالاتریه شربت خودای چای بیشتر حال میده پخش کنی تن لشکر کفکار فقط زیتارو میریزم تو حلقوم تر چقدر گشته باشی مزدور منکراتی تو سره میخوری چایو بددم کنی تو تو هیئت خودتونم قند پخش کنی مصرع قبلش الان شده بابا نمیتونم بخندم یه تو سری میخوری چایی رو بددم کنی آیا بددم کنی تو تو هیئت خودتونم قند پخش کنی تن لشکر کفکار فقط زیر مجانی هنو در نیمده روی سعی من برادر دفع بد باید بره خیاتی چو فیلمش پخش میشه مثل قذافی چشا تو میبندی رو مرگ ملت این دیست بود دادی یا صرف قیمست خیابو گرفتی فقط برق امامو خالکوبی علی کنزوز بچه اید چرا پرید پرنگ شهرت این دیست بود دادی یا صرف قیمست خیابو گرفتی فقط برق امامو خالکوبی علی کنزوز بچه اید به استعمال گل روز معتاد شدی یا کاندوم رو کشیده بودی روش آلوده نشی خار داشت تا پاره نشه گل بدی گلدونم خس کردی یا حالا فعلا برگرد سکه بندازم تو قلکت تا دیگه لفظای منو ندوز ویزی فیزی پیزی چی بود الان مثلا واشارایی کردی مجبور مگه خب مخت نمیکشه نکن این وعیت تو اینا چه طرز حرف زدن تو رو والدینت گذاشتن ارمنستان به عنوان دانشجو مهندسی پزشکی آخه این ادا اصولا چیه در میاری زیقی وسیله چی بود اینو راست میگه رو چه حساب خوب داره میگه دانشجو پزشکی فلان ادا اصولا چیه در میاری زیقی وسیله چی بود کی برده تو میگی باش تق و توق میکنی در ضمن اسکل نه من پناهندم نه فراسه و بوخ پناهندگی داره نه توی خایمال آخون تقداری راجع به پناهنده ها اظهار نظر کنی به آقا میریم بگو من انقدر فالا و فالا نکنه بلاکش میکنم ها دنبال رئیسم میگشتی من دو تا رئیس دارم تخم چپ تخم راست با کدوم میخوای صحبت کنی حاجی 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 من گفتم اینو دیگه مثلا
نه بابا چقدر سویج، یعنی چقدر به کیرت همه چی. من گفتم اینو دیگه چون اون منظورش هیچکس بوده، این میاد بالاخره هیچکس مثلا چی میگن یه جوری لاتی میکوبه که مثلا هوای هیچکس هم داشته باشه. اصلا مطرح نه، اصلا همچین چیزی تو مخیلش نمیگنجه که رئیس داشته باشه. اوف، اصلا جز فرضیات حساب نمیشه اینکه از نظر خودش که رئیسش هیچکس باشه. یکی به این مونتی بگه دفتر نقاشی برای بچه بخره میخواد بشینه خط خطی کنه، برادر جوری فتیله شده که درمده عشق تختی، تنهاد میذارم با گنج فرضی، میمه ملتفت خالکوبی شده روی دست تقدیر. خب یزید الیوزدا، اینم دیسبک فدایی فاتحه. یه تیکم گفته شه فاتحه صلوات فلان. حالا بچه آها بچه راست اینو بگم، یادم میره، من فکر کنم شما این پیشورز برای شما هم هست، ولی فکر کنم باید بگم اولین بار من اون تراک گوش میدم، دیسبک قطعا پر از تیک است، یه سریاشو قطعا من متوجه نمیشم، ریاکشن ویدیو اون حس اولیه، اون پشم ریخته اولیه من مهمه، یعنی مهمه که یعنی هدف اونه بیشتر. و حالا چیزایی هم که بتونیم بکچیم میکچیم دیگه از توی ورس ها، از توی لیریکس. نظر ببین، به نظر 100% از لحاظ دی سی، اصلا بذار اینجوری بگم، کلن روی کرد فدایی تو این چند تا ترک اخیر، توی دیگه تابلو شده، توی فریستایل هایی که میداد دیس میکرد این اونو، نمیدونم توی بیلیت، توی این ترک کلاون بود، یعنی سوژه میکرد، یعنی در کنار ریدن به طرف، ریدن های حالا چمنم فکت محور، نمیخوام اسم فکتو بیارم، انقدر میخوام اسم فکتو نیارم که یه خورده از ذهن مردم بیفته این فکت، این که میگن نه دیس به فکت، اون واقعا دیس به فکت نیست، فکت هم میتونه اهمیت داشته باشه، به فکت نیست. چه شما گفتم آره، در کنار حالا کارهایی که میکنه، در کنار پانچ لاین، در کنار شات هایی که پرتاب میکنه، یه سری لفظای بامزه، یه سری مسخره کردنای جالب داره همیشه توی کار، توی دیس کردنش. از اون ور حسین اصلا اینجوری نبود، حسین یکی دو بار، یکی دو تا تیکه مسخره بازی ته ترکش گفت، مثلا فارسی بخون من بفهمم چی میگی، به تو به متکه میتکم فلان، ولی حسین عصبی بود کلا بیشتر. این چی میگم، این بامزه بودن فدایی، خب این چیزه چی میگم، یه توانایی ذاتی احساس کنم که بتونی بامزه باشی، از اون بامزه بازی در بیاری، نمیدونم از اون بامزه بازی در آوردن و بامزه بودن رو بتونی تو رپت هم استفاده کنی، این حسنه، خیلی خوبه، جای اینجور کارا احتمال تو دیسه، جای اینجور مسخره کردن و تحقیر کردن. بخوام مستقیم با بیلیت مقایسه کنمش، نسبت به اون 100% دیس قوی تری نبود به نظرم، خیلی بیلیت به نظرم دیس، هم دیس خوبی بود هم ترک خوبی بود، این به نظرم ترک معمولی بود، اونقدر ترک عجیب غریبی نبود از فدایی. ولی مثلا کوروسش رو من خیلی دوست داشتم، فلو نمیتونم حرف بزنم، طبیعیه ساعت یک امروز دو تا هم ریاکشن ضبط کردم، این سومیشه. فلو کوروسش رو من واقعا دوست داشتم، خیلی باحال بود کوروسش، فلو به همراه اون ملودی فلوتی که نی که توی بیت بود، ولی به جز اون کل ترک ورس ها، چه از نظر فلو ها، چه از نظر بیت، چه از نظر نمیدونم دلیوری، یا دلیوریش همیشه همینجوریه فدایی، دلیلش فرقی نداشت خیلی، ولی یک کم نسبت به بیلیت به نظر معمولی تر بود. عدد بخوام بدم، تجربه اولی ما شنیدن احتمالا 6.5 میدم، 6.5 تجربه اولی ما شنیدن در قالب عدد به نظرم 6.5 تا بود. و بچه شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک، راجع به ریاکشن ویدیو، اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، دوست داشتید دیسلایک فور گنگ توی کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال رو اگر دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، با اون زنگوله بغلش و تا ویدیو بعد.